باب 17 هم اندر خفتن آسودن. بچه صدای من خوبه؟ حس میکنم یه اکویی دارم، ندارم؟ کمی جای بهتر شدن داره. خب ممنون از اینفورمیشن زیادی که بهم دادی. خب رسم رومیان و حکیمان ایشان چنان است که چون از گرمابه بیرون آیند تا زمانی در مسلخ گرمابه به نخو تا نخسبت بیرون زمانی در مسلخ گرمابه به نخسبت بیرون نشود، و لکن هیچ قوم را این رسم نیست. اما حکیمان خواب را موت الاسقر خوانند، از آن که چه خفته و چه مرده که هیچ از آن که چه خفته و چه مرده که هیچ دو را از عالم آگاهی نیست، و بسیار خفتن ناستوده است، تن را کاهل کند و طبع را شوریده کند و صورت روی را از حال به حالی برد، که پنج چیز است که چون به مردم رسد صورت روی تغییر کند: یکی نشاط ناگهان، یکی غم مفاجا، و یکی خشم، و یکی خواب، و دیگری مستی. و ششم او پیریست که چون مردم پیر شود از صورت خیش بگردد و آن خود نوعی دیگر است. اما مردم تا خفته بود نه در حکم زندگان باشد، چنان که بر مرده قلم نیست چنان که بر مرده قلم نیست، بر خفته هم قلم نیست، چنان که من گفتم در دو بیتی: گر تو به جفا پشت مرا دادی خم، من مهر تو در دلم نگردانم کم، از تو نبرم از آن که ای شهر سنم، تو خفته ای و به خفته بر نیست قلم. اما همچنان که خفتن بسیار زیانکار است، ناخفتن نیز هم زیانکار است، که اگر آدمی را 72 ساعت، یعنی که 3 شبان روز به قصد نگذارند که به خسبت، پیوسته به ستم بیدار همی دارند، آن کس را بیم مرگ فجا بود. فجا رو تا 3 بار گفته توی 2 صفحه. اما هر کاری را اندازه است. حکیمان چنین گفتند که شبان روزی 24 ساعت باشد، چنان باید که از این 24 ساعت 2 بحر بیدار باشی و بحری خفته. 8 ساعت به طاعت خدای تعالی و به کد خدایی خود مشغول باید بودن، و 8 ساعت به تیبت و اشرت و تازه داشتن روح خیش، و 8 ساعت به باید آرمید تا اعضا که 16 ساعت رنج گشته باشد از حرکات تکلفی آسوده باشد، که جاهلان از این 24 ساعت نیمی بخسبند و نیمی بیدار باشند، و کاهلان 2 بحر بخسبند و بحری بیدار باشند و به کار خیش مشغول باشند، و عاقلان بحری بخسبند و 2 بحر بیدار باشند. بدین قسمت که یاد کردیم، هر 8 ساعتی از گونه دیگر. و بدان که ایزد تعالی شب را از بحر خواب و آسایش بندگان آفرید، و روز را از بحر معیشت و تحصیل اسباب معشیت، آنچنان که گفت: و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. حقیقت همه زندگی است از جان و تن، و تن مکان است و جان ممکن، و 3 خاصیت است جان را، چون زندگانی و حرکات و سبکی، و 3 خاصیت تن راست، چون مرگ و سکون و گرانی. دقیقا متضاد اونه. و تا تن و جان به یک جا باشند، جان به خاصیت خیش تن را نگاه دارد، گاه اندر کار یارد، و گاه تن را به خاصیت خیش از کار باز دارد و اندر غفلت کشد. هرگه که تن خاصیت خیش پدید کند، مرگی و گرانی و سکونی فرو خود مرگی و گرانی و سکونی فرو خسبد. و مثل فرو خفتنش چون خانه ای بود که بیفتد، هر چند در خانه بود فرو گیرد. پس تن که فرو خسبد، همه ارواح مردم را فرو گیرد، که نه سمع بشنود و نه بصر بیند و نه ذوق چاشنی داند و نه لمس گرانی و سبکی و نرمی و درشتی داند، و نطق و کتاب خفتگان اندر مکان خیش باشد. پس ایشان را نیز فرو گیرد تا نه نطق گوید و نه کتاب نویسد، و حفظ و فکرت بیرون مکان خیش باشند، ایشان را فرو نتواند گرفتن. نبینی که جان اون که توی قول گفته پس تن که فرو خسبت همه ارواح مردم را فرو گیرد،
این منظورش از مردم اعضا و جوارح بدنه، قبلا هم دیروز هم داشتیم، بله. ارواح مردم فرو بیرن، یعنی اون خصوص، یعنی حیات و کارکرد، مثلا دیگه چشم و گوش و بینی و اینا کار نمیکنن به این معنی. آره پیپل نیست اینجا من آره پیپل درست. نیست دقیقا، ارواح همون روح که حالا بهش بعضی اعتقاد دارن بعضی اعتقاد ندارن نیست. خب و نطخ و کتاب خفتگان اندر مکان خیش باشد، پس ایشان را نیز فرو گیرد، تا نه نطخ گوید و نه کتاب نویسد، و حفظ و فکرت بیرون مکان خیش باشند، ایشان را فرو نتواند گرفتن. نبینی که تن چون فرو خسبت، فکرت خواب همی بیند گوناگون، و حفظ یاد همی دارد تا چون بیدار شود بگوید چه دیدی؟ اگر این دو نیز اندر مکان خیش بودندی، هر دو را فرو گرفتی، چنان که نه فکرت توانستی دید و نه حفظ توانستی یاد گرفتی. و اگر نطق و کتاب نه در مکان خیش بودندی، پس تو به خواب‌اندر نتوانستی رفتن و به خواب‌اندر گفتی و کردی، آنگاه خود خواب نبودی، چون مرد همیشه کنا و گویا بودی، خواب نبودی و راحت و آسایش نبودی، و همه راحت جانوران در خواب است، پس ایزد سبحانه و تعالی هیچ چیز بی حکمت نیافرید. اما خواب روز به تکلف از خیشتن دور باید کرد، و اگر نتوانی اندک مایه باید خفتن، که روز خیش شب گردانیدن نه از حکمت بود. اما رسم محتشمان و منعمان چنان است که تابستان نیم روز به قیلوله روند که خسبند یا نه، اما آن طریق تنعم است، چنان که در رسم است یک ساعت بیاسایند، و اگر نه با کسی که وقت ایشان با وی خوش بود به خلوت همی باشند، تا آفتاب فرو گردد و گرما بشکند و آنگاه بیرون آیند. و در جملت الامر جهد باید کرد تا بیشترین عمر در بیداری گذاری و در کمتر خفتن، که بسیار خفتن ما را خود پیش اندر است که بسیار خفتن ما را خود پیش اندر است. باز دوباره اینجا هم داره میگه که محتشما و خیلی مایه‌دارا میخوابن اون یه ساعت و تو نخواب. حالا شاید باز دوباره اشاره‌ای به این که خیلی هم مایه‌دار نبوده، مثلا خونه‌شون هفته تیرینا بوده، نیاوران نبوده. اما به روز و به شب هرگه که بخواهی خفتن، تنها نباید خفتن، با کسی باید خفت که روح تو تازه دارد، زیرا که خفته و مرده از قیاس یکیست و هیچ دو را از عالم خبر نیست، لکن یکی خفته با جان است و یکی خفته بی حیات. اکنون فرقی کنیم میان این دو خفته، فرق آن کنی که آن یکی را به ضرورت تنها همی باید خفت به عذر عاجزی، و این خفته را که استرا نیست، چرا چنان خسبد که آن عاجز به استرار؟ پس مونس بستر این جانفزای باید که مونس بستر آن چنان که هست خود هست. چی شو؟ خب بیاید دوستان، هر کی بیاد یه گوشه کار بگیر. گفت دو جور داریم، یکی آدمی که خفته با جان و یکی هم خفته بی جان. آن یکی به تنها ضرورت تنها خوابیده، یکی اما داره و نخوابیده، یکی داره و تنها خوابیده، و آن عاجز به اضطرار. پس مونس بستر این جان فضای باید که مونس بستر آن چنان که هست خود هست. پس مونس بستر این جای فضای باید که مونس بستر آن چنان که هست خود هست. پس مونس بستر این جان فضای باید که مونس بستر آن چنان که هست خود هست، تا خفتن زندگان از خفتن مردگان پیدا شود. یعنی متفاوت باشه، خواب زنده ها از مرده است که تنها میخوابه، مرده است که مونس بسترش همونیه که هست. خب ولی این که اون مرده بی حیاته، ولی این زنده ای که خوابیده، این اختیار داره که مونسشو بهتر انتخاب کنه و جان فضای انتخاب کنه، چون هنوز کامل نمرده، این در واقع شهید زنده است. درست.
اگه کسی با جان درست جان فضای بغل کن بخواب، اون باید تو گور مثلا یفته و آپشن دیگه نداره. خاکم بسترشم نداره انشالله که همینه. ولیکن پگاه خواستن عادت باید کردن، چنان باید که پیش از آفتاب برخیزی که وقت طلوع باشد تو، وقت طلوع باشد تو فریضه خدای عزوجل بگذارده باشی و هر کسی که با آفتاب برآمدن برخیزد تنگ روزی بود. تنگ روزی بود از آن قبل که نماز از وی در گذشته بود، شومی وی او را دریابد. پس پگاه برخیز و فریضه خدای عز و جل بگذار و آنگاه آغاز شغلهای خیش کن. پس بامداد اگر شغلیت نباشد و خواهی که به نخچیر، نخجیر و تماشا روی، روا باشد که بدان مشغول باشی. زورکی یه کلمه نخجیر گفت که باب بعدی رو باز کنه. ببخشید سامان بگو. خیلی کوتاه، اگه که فقط ندیدید و نخوندید، الان که صحبت خواب کرد خیلی منو یاد این کتاب کوچیک والتر بنیامین انداخت، خیابان یک طرفه، وان وی استریت، که خیلی هم کوتاهه. پیشنهاد میکنم اگه حوصله میکنید یه نگاهی بهش بندازید. تمام، اسم رو بار دیگر بگو. چیز دیگه، یه سری چی میگم بهش، گزینگوی است به قول ماها، و ولی گزین خیلی به مثابه یک ژانره، یعنی خیلی منو یاد گلستان میندازه این کتاب، ولی در یه سطح خوبی از روانکاوی و فلسفه. خیلی دلپذیره و خیلی خیلی کوچیکه، پیداش میکنید به همه زبان ها رایگان، یه نگاهی بهش بندازید. این باینج تراسه. اوکی اوکی، من فقط اشتراسه رو میدونم. نصیحت الملوک عبید زاکانی رو هم بخونید. سنده با یه جش میگه تا میتوانید از مرگ اجتناب کنید، مثلا نصیحتش اینه.